سه روز پس از پایان مذاکرات هسته‌ای که رسانه‌های رژیم آن را وین 4 می‌نامند، کشمکش میان باندها به عمق بیشتری رفته است. باند دلواپسان که بخشی از جریان‌های وابسته به خامنه‌ای است، ادامه گفتگوهای هسته‌ای را برای ادامه حیات نظام خطرناک اعلام می‌کند، زیرا به سوی توقف و از دور خارج کردن تأسیسات هسته‌ای رژیم پیش می‌رود. از آن طرف روحانی و مجموعه باند رفسنجانی ادامه حیات نظام و عبور از شرایط خفه کننده کنونی را تنها با به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی امکان پذیر می‌بینند. این دو روی کرده به کلی متضاد در مجموعه ای از موضع‌گیری ها و اظهار نظرها ظاهر می شود که بخش های مختلف نظام آخوندی را در بر می گیرد. ضمن اینکه حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی در کشورمان به رسمیت می شناسیم. مثلا در حالی که آخوند روحانی در روز 27 اردیبهشت بر ضرورت برداشتن ممنوعیت ماهواره و اینترنت انگشت می‌گذارد، کیهان خامنه‌ای یادداشت روز 29 اردیبهشت خود را به زدن پنبه اظهارات روحانی اختصاص می‌دهد و با انداختن تقصیر محدودیت‌های اینترنت از جمله پهنای باند به گردن خود روحانی، به زبان آوردن آزادی توسط او را مضحک و مایه خنده هزار توصیف می‌کند. کیهان می‌نویسد که روحانی در حالی این ادعاها را می‌کند که خود کوچکترین نظر مخالفی را نمی‌پذیرد و دهان مخالفان را بسته است و هر مخالفتی را با داغ و درفش و محاکمه جواب می‌دهد. روحانی روز 28 اردیبهشت در صحنه دیگری ظاهر می‌شود و با تأکید بر ضرورت پیشرفت مذاکرات اتمی تا رفع تحریم ها به امید باز شدن راه نفس میگوید: مگر میشه توی یک کشوری فرهنگش از اقتصادش، اقتصادش از سیاست خارجیش، سیاست خارجیش از علم و فناوریش، مگر میشه اینها از هم جدا باشه؟ یعنی به خامنه‌ای و باندش و دلواپسان هشدار می‌دهد که بدانید به دنبال زهر اتمی، زهر فرهنگی و زهر حقوق بشر و زهر اقتصادی نیز الزامی و اجتناب ناپذیر است. روزنامه جمهوری ناشر نظرات رفسنجانی نیز در سرمقاله امروزش همین اظهارات را با بیانی روشن‌تر مهر کرده و می‌نویسد: تفکیک دو مقوله اقتصاد و سیاست در دنیای امروز از جمله ناممکن هاست. اظهارات روحانی و سرمقاله این روزنامه حکومتی عمق نیاز حیاتی رژیم را به خوردن کامل جام زهر برجسته می کند. متقابلا کیهان خامنه‌ای در شماره امروزش عاقبت زهرخورانی را که روحانی برای بقای نظام حیاتی می داند خطری بزرگ توصیف می کند و به نقل از یک مقام آمریکایی می نویسد: توافقنامه هسته‌ای باید تشکیلات امنیتی ایران را هم محدود کند. یک مهره امنیتی رژیم نیز با اشاره به همین خطر بر موانع عظیم مسیر زهرخوران انگشت می‌گذارد و آنچنان که در روزنامه باند مؤتلفه منعکس شده می‌گوید، میان مواضع ایران و توقعات غرب یک اقیانوس فاصله وجود دارد. سوال این است که میان نظرات و نقش مسیر باند رفسنجانی مبنی بر حیاتی بودن نیاز رژیم به خوردن زهر و اظهارات باند رقیب مبنی بر خطرناک بودن آن برای نظام کدام درست است؟ جواب این است که هر دو درست است و این نشان می‌دهد که در دوران سرنگونی رژیم در بنبست قرار گرفته و هیچ راه برون رفتی برایش متصور نیست.